صفر تا صد تمام ترفندهی که باید راجع به جارو برقی یاد بگیری. این ویدیو رو تا آخر تماشا کنید که مطمئنم به دردتون میخوره و ترفندش رو برای همیشه استفاده میکنید. اگه کیسه جارو برقی شما هم عین مال من کثیف شده، باید با این ترفنده تمیزش کنی تا یه سال خیالت راحت باشه. بعد از اینکه کیسه رو در آوردین و تمیزش کردین و سر جاش قرار دادین، این سه قاشق پودر رو حتما داخلش بریز. یه قاشق نمک داخل کیسه بریز به این دلیلی که کیسه‌تون حشره نزنه. به اندازه یه قاشق غذاخوری هم جوش شیرین اضافه کن. به این دلیل جوش شیرین میزنیم که اگه کیسه جارو برقیتون دائمی است و یک بار مصرف نیست، با اضافه کردن جوش شیرین دیگه بهش پرز نمیچسبه. یه مقدار هم وانیل داخل کیسه اضافه کنید تا باعث خوشبو شدنش بشه. محفظه‌ای که روی جارو برقی با خرطوم جارو برقی بهش وصل میشه رو بردارید و بهش هر اسانسی که عطرشو دوست دارید رو اضافه کنید. تکونش بدید تا در طول خرطوم جارو برقی پراکنده بشه. رو جایگاه سریهای جارو برقی هم خوشبو کننده بزنید تا هر موقع که جارو میکشین تمامی خونه بوی خوبی بگیره. از اون خوشبو کننده میتونید در امتداد خرطوم جارو برقی هم استفاده کنید. گرمای جارو برقی باعث میشه که این عطرش تو کل خونه بپیچه. حتی میتونید زیر کفی جارو برقی هم وانیل بزنید تا فرشا بوی خوبی بگیرن. زیر ته یا جارو برقیتون یه دونه پد بهداشتی نصب کنید. حتما کناره ها رو با چسب فیکس کنید تا موقعی که استفادهش میکنید کنده نشه. یه شوینده مخصوص هم باید براش آماده کنید. ظرف اسپری مناسب تهیه کنید و قیف بذارید. نصف استکان سرکه واسه پاکسازی قویش. 1/4 پیمانه هم مایع لباسشویی اضافه کنید. مابقیش رو آب بریزید، درش رو ببندید و خوب با هم ترکیبش کنید. شوینده‌ای که آماده کردید رو روی پد بهداشتی اسپری کنید. برای پاکسازی همه جای خونه میتونید ازش استفاده کنید. روی کاشی‌ها، کابینت‌ها، پارکت‌ها، یخچال، حتی زیر کابینت‌ها رو به راحتی میتونید تمیزش کنید. چون وانیلم اضافه کردیم بوی خوبی هم به جا میذاره. یه ترفند دیگه برای استفاده درست و صحیح از پد بهداشتی رو بهتون آموزش میدم. اگه که نصب کردن پد بهداشتی روی لباس دیدتون سخت شده و بالاهای کناریش به هم نصب نمیشن، فقط کافیه که کاغذ خودش رو استفاده کنید، زیر لباستون گذاشته و چسب رو روش برگردونید. اینجوری کاملا فیکس میشه و اصلا تکون نمیخوره. برای دیدن ترفندهای بیشتر کانالمون رو سابسکرایب کنید، زنگوله رو هم روشن کنید تا ویدیوهای بعدی هم براتون نمایش داده بشن. ممنونم از نگاه زیباتون.